درود بر شما. 29 آبان ماه 1399 خورشیدی و 19 نوامبر 2020 میلادی. امشب میپردازیم به یکی از جنایت هایی که جمهوری اسلامی ایران علیه غیر نظامیان مرتکب شده. 18 دی ماه 98 هواپیمای بوئینگ شرکت مسافربری اوکراین با شلیک دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سقوط کرد و همه 176 سرنشین اون هواپیما کشته شدند. بعد از 10 ماه فشار آوردن بر جمهوری اسلامی ایران برای فهمیدن جزئیات حقیقت، سرانجام دادستانی اوکراین، معاون دادستانی کل اوکراین، درست 1 هفته پیش رسما بیانیه داد که جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم درباره حقیقت فاجعه و جنایت انجام شده رو در اختیار ما قرار نمیده و برای کشف حقیقت همکاری نمیکنه. امشب به همین موضوع میپردازیم و البته در آخر برنامه پرده آخرم خواهیم داشت. بعد از 10 ماه ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین با 176 سرنشین و بعد از 2 دور مذاکرات بین هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و اوکراین که یکیش در تهران و یکیش در کیف برگزار شد، خبرگزاری رویترز روز جمعه 23 آبان گزارش داد که معاون دادستانی کل اوکراین در اظهاراتی که به صورت کتبی در اختیار رویترز قرار داده گفته است که ایران از ادامه تحقیقات درباره موضوع‌های مربوط به سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین پا پس می‌کشد. اطلاعات مربوطه را در دسترس ما قرار نمی‌دهد و به درخواست‌های ما مبنی بر همکاری در تحقیقات درباره این جنایت بزرگ که 176 غیر نظامی با تجهیزات نظامی کشته شدند پاسخ نمی‌دهد. این عین اظهارنامه ممدوف معاون دادستان کل اوکراین بود که من براتون خوندم. اوکراینی‌ها وقتی 3 هفته پیش دور دوم مذاکراتشون رو با هیئت جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، بعدش گفتن که خب ما دور اول کاملا ناامید شده بودیم و ولی این دور دوم وعده هایی دادن افراد اعضای هیئت ایرانی که یه مقداری ما رو امیدوار کرده است به کشف حقیقت. اما حالا بعد از سه هفته از اون دور دوم مذاکرات، چون که عرض کردم خدمتتون درباره بیانیه معاون دادستانی کل اوکراین، یفگنی ینین معاون وزارت خارجه اوکراین که ریاست هیئت اوکراینی را بر عهده دارد میگوید طرف ایرانی تعهد کرده بود ظرف 1 هفته پس از پایان دور مذاکرات اطلاعات کامل دور دوم مذاکرات اطلاعات کامل متهمین پرونده سرنگونی پرواز 752 را در اختیار کیف قرار دهد. 3 هفته گذشته اما این اسناد به دست کیف نرسیده است. یک موضوع دیگه هم که در این مذاکرات مورد اختلاف بود است، از بیشمار موارد اختلاف، یکی همین بوده است که جمهوری اسلامی میگوید خطای انسانی، در حالی که دادستان اوکراین میگوید جنایت عمدی صورت گرفته و جمهوری اسلامی میگه بر اساس قانون مجازات اسلامی، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجازات خطای انسانی در چنین موارد 3 سال زندانه. اوکراین اعتراض داره، دادستانی اوکراین اعتراض دارد و میگوید که مجازات چنین جنایتی حبس ابد باید باشه، 1 و 2 فهرست مسئولان این جنایت رو جمهوری اسلامی در اختیار ما قرار نمیده. جمهوری اسلامی هم میگه چرا در امور داخلی ما دخالت میکنید، درخواست شما رد میشود. یعنی به روال معمول 42 سال گذشته. قبل از مذاکرات هیئت‌های نمایندگی ایران و اوکراین که عرض کردم 2 دورش انجام شده و 3 دورش هم هنوز تاریخ معینی براش نیست، موضوع جعبه سیاه هواپیما به یکی از موضوع‌های داغ بین دو کشور و نه فقط بین دو کشور، بین تمام کشورهایی که مسافرانشون
در این هواپیما بودند، کشورهای به اصطلاح زینف در این پرونده، یا بهتر است بگویم زیزرر در این پرونده، یعنی کانادا، افغانستان و کشورهای دیگر. این موضوع جعبه سیاه مطرح بود از آغاز که چرا به سرعت محتواش خوانده نمی‌شود و اگر جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند این کارو بکنه، چرا سریع در اختیار کشورهایی که می‌توانند این کارو بکنن انجام نمیده که انجام بشه؟ از جمله مشخصا فرانسه مد نظر بود که کار خدمات هواپیمای بوئینگ 752 رو انجام میداد و کلی بحث و جدل. بعد از 5 ماه بالاخره دو جعبه سیاه هواپیما رو جمهوری اسلامی به فرانسه تحویل داد. توجه بفرمایید این تأخیرها و تعللها رو که بی تردید به هدف معینی دارن انجام میشه. بعد از 5 ماه دو جعبه سیاه رو تحویل داد برای استخراج و بررسی محتوای جعبه سیاه. 4 روز بعد، فقط بعد از تحویل، فرانسه اعلام کرد کار بررسی و تحلیل داده های جعبه سیاه هواپیمای اوکراین به پایان رسید و بعد باز هم 1 ماه جمهوری اسلامی بعد از این تاریخ کشش داد تا بیاد اعلام بکنه که خب حالا محتوا، چون کشوری که باید در واقع مرجعی که باید نهایتاً و رسماً اعلام بکند که محتوای جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده چه بوده است، اون کشوری است که هواپیما در اونجا سقوط کرده و به این دلیل هم جمهوری اسلامی ایران کشورهای دیگه اعلام نکردن. جمهوری اسلامی ایران میبایست این کار میکرد. بعد از 1 ماه کش دادن میاد سخنگوی حکومت، این بار رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری تورج دهقانی زنگنه است که به جای علی عابدزاده آمده، 1 شهریور، عرض کردم 1 ماه بعد از تحویل گرفتن محتوای جعبه سیاه، 1 شهریور آمد در سیمای آقایون یک بیانیه رو خوند، مثلا کنفرانس خبری گذاشت. بشنوید. ضبط اطلاعات در ضبط کننده داده های پروازی در زمان 6:14:56 متوقف شده. تا این زمان تمام متغیرهای پروازی ثبت شده شرایط عادی داشته و هواپیما تا قبل از این شرایط در شرایط پروازی فنی نرمال بوده و در پروفایل پروازی پیشبینی شده قرار داشته. جعبه سیاه ضبط کننده صدای درون کابین CVR تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک ضبط مکالمات رو ضبط کرده. در کابین پرواز 3 نفر کروی پرواز حضور داشتن که یکیشون معلم بوده، که هر 3 متوجه شرایط غیرعادی شدن و مطابق صداهای درون کابین تا آخرین لحظه ضبط شده مشغول کنترل و هدایت هواپیما بودن. معلم خلبان درون کابین برخی راهنمایی‌های لازم رو ارائه میده. از این مکالمه میتوان نتیجه گرفت که هواپیما دچار مشکل الکتریکی شده که باعث میشود گروه پروازی واحد برق کمکی یا APU رو روشن کنند و معلم خلبان تشخیص خود مبنی بر فعال بودن هر 2 موتور هواپیما را در ثانیه های پس از انفجار به خلبانان اعلام میکنه. دومین موشک هم میزنن که مطمئن بشن هواپیما سقوط میکند قطعا و سرنشینانش همه کشته میشن. 1 روز بعد از این، مثلا کنفرانس خبری رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری، کانادا اعتراض کرد و بیانیه داد که این گزارش گزینشی از محتوای جعبه سیاه هیچ اطلاعات تازه‌ای به ما نمی‌دهد. هیچ کدام از پرسش‌های کلیدی در این پیوند پاسخ داده نشده است، از جمله اینکه چه عمدی در سقوط هواپیما بوده. با توجه به اینکه چند ساعت قبلش
جمهوری اسلامی ایران حمله نظامی کرده بود، سپاه پاسداران حمله کرده بود از غرب ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق و به گفته فرمانده عملیات، فرمانده همون عملیات و معاون هوافضای سپاه حاجی زاده، موقعیت در ایران در آسمان ایران جنگی بود. چرا آسمان ایران برای پروازهای غیر نظامی باز گذاشته شده بود؟ چرا همه گوشی‌های موبایل سرنشینان هواپیما، تبلت‌ها، اینها همه جمع‌آوری شد بلافاصله از محل سقوط هواپیما و هرگز به بستگان قربانیان تحویل داده نشد؟ چه چیزایی تو گوشی‌های موبایل که هر کدوم شاید یک جعبه سیاه باشن ضبط شده بود که همه‌شون مامورای حکومت جمع کردن و یه بس از بین برده باشن؟ نمیدونم. قبل از اینکه بریم سراغ مهمان محترم و گرانقدر برنامه، اجازه بفرمایید که یک مرور دو سه دقیقه خیلی کوتاه بکنیم بر موضوع تا در واقع با چشم بازتر بتونیم وارد گفتگو بشیم. ببینید، حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه و در واقع یکی از مسئولان مستقیم این جنایت تا سه روز می آمد سیمای جمهوری اسلامی و می گفت موشکی در کار نبوده، مثل همشون، مثل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مثلا، کار آمریکاست، ما انتقام می گیریم از این همه تهمتی که به ما می زنن از این حرف. روز سوم که همه چیز با حتی با جزئیات در جهان رو شده بود، حاجی زاده آمد یک کنفرانس خبری گذاشت. بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو ما زده باشیم. خب روشن شد، تا اینجا روشنه که آقایون از همون صبح چهارشنبه، یعنی صبح، یعنی همون یک ساعت بعد از سقوط هواپیما، حد اکثر دیگه من بگیرم، یا همون لحظه خبردار بودن آقایون از همون موقع. اوناییشون که خبردار نبودن، مثلا اگه محرمانه بوده طبق گفته آقای حاجی زاده، اوناییشون که خبردار بودن که طبق برنامه این کار کرده بودن دیگه. خب آدم واقعا باید وارد چه موشکافی از دروغ هایی که این باند مافیایی حاکم بر ایران داره انجام میده، باید وارد چه موشکافی هایی باشه. بعضی وقتا از خودم شرم میکنم که من دارم چه چیزهایی رو بررسی میکنم واقعا. این در چه مملکتی آخه؟ امروز حتی ببینین، هنوز که هنوزه، بعد از نزدیک 7 ماه که از همین صحبتایی که شنیدین از حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه میگذره، مسئولان جمهوری اسلامی میگن ما خبر نداشتیم، 2 روز بعدش روز جمعه مطلع شدیم. هنوز اینو میگن. شما تو تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی که نگاه میکنید، فایل صوتی مکالمه خلبان یک هواپیمای مسافربری دیگر، هواپیمای مسافربری آسمان، پرواز داخلی تهران شیراز، با برج مراقبت رو، همون موقع هواپیما داشته میپریده موقع موشک خوردن به هواپیمای اوکراینی، اون فایل صوتی رو اوکراین منتشر میکنه تا برای افکار عمومی همه دروغگویی‌های جمهوری اسلامی در این زمینه رو فاش بکنه. در واقع دستش باز بشه، دست جمهوری اسلامی، مشت جمهوری اسلامی باز بشه و در واقع تمام دروغهاش خونسا بشه. ببینین اینو برمیگردیم باز. منطقه تقریبا ساعت رو هدینگ 320 منطقه اکتیوه. جی پی ال سلر هسته؟ یه سری نورای مثل موشکه چیزی هست؟ 320 منطقه نه چند مایلی این کجا؟ ولیش رو من نمیتونم تشکیز بدم، ولی فکر کنم طرف پیام کرد جنا بشه. کجا؟ الان ما نورش رو میبینم از اینجا. چیزی به ما گزارش نشده چجوریه؟ نورش به چه صورتیه؟ نور مشکی دیگه گروشانتر از این. وقتی هم که این فایل صوتی مکالمه خلبان آسمان رو با
برج مراقبت اوکراین منتشر میکنه، باز جمهوری اسلامی انکار میکنه. وقاحت رو ببینید. هیچ جای این فایل یک روزه دقیقه ای به ما نمیگه که این موشک زده شده اینا. میگوید که من از دور دارم میبینم، از کرج داره تهران رو میبینه که یک نقطه نورانی در حال حرکت هستش. داره از برج میپرسه که این چیه؟ که برج هم میگه نه مشکل نیست. بعدم که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره که آقا جون این چیزا دیگه روشن‌تر از این چه باید گفت؟ من نمیدونم این ماجرای دعوای حقوقی چیه و چرا اینقدر باید طول بکشه. این همه شواهد روشن و اسناد روشن، وقتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره بعد از انتشار این فایل صوتی، بعد از همین دروغایی که واعظی و دیگران گفتن، میاد میگه آقا این فایل صوتی جزء اسناد محرمانه بوده که ما به اوکراین دادیم، نباید منتشر میکرد اوکراین، از این به بعد تنبیهن، دیگه بهشون نمیدیم. حسن رضایی فر مدیر کل سوانه سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری از انتشار چنین فایلی مطلع و متعجب شده، گفت این فایل از مجموع اسنادی بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است. این اقدام اوکراینی ها سبب شد دیگر هیچ سندی با آنها ندهیم. در خدمت آقای دکتر حامد اسماعیلیون هستیم، نویسنده، دندانپزشک مقیم کانادا، که همسر و دختر 9 ساله‌شون رو در سقوط هواپیمای مسافر برای اوکراین در 18 دی ماه 98 از دست دادن. آقای اسماعیلیون خوش آمدید به برنامه صفحه آخر. آقای اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی هستند. نخستین پرسشم این است آقای اسماعیلیون که انجمن خانواده‌های جانباختگان این فاجعه که می تواند بی تردید هم به دلیل بار انسانی و هم بار عاطفی این موضوع خیلی مؤثر عمل کنه و هم به این دلیل که تحقیقات بین المللی در این باره همچنان ادامه داره، کی شکل گرفت؟ چه کردین در چارچوب این انجمن از طریق این انجمن؟ سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فلاحتی و خدمت بینندگان شما. انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در حدود ماه مارس، در که میشه فروردین 1399، به طور رسمی شکل گرفت و در واقع سه هدف اساسی داشت و داره. یکی حمایت از خانواده های پرواز 752، دو زنده نگه داشتن یاد مسافران پرواز 752 و سومین و مهمترین هدف این انجمن دادخواهی است. دادخواهی برای مسافران و خدمه پرواز 752 که در جنایتی فراموش نشدنی توسط سپاه پاسداران به قتل رسیدند. و چقدر تا حالا چقدر تونسته در این رسیدن به لااقل نزدیک شدن به اهدافش مؤثر و موفق بوده باشه؟ ببینید، اولین در واقع گرد همایی های خانواده ها از ماه بهمن یا اسفند سال گذشته شروع شد. به حال همه در شوک این اتفاق بودند و هنوز در شوک این اتفاق به سر میبرند، ولی در اون زمان خب همدیگر رو پیدا کردیم و از همون ابتدا در ماه بهمن و اسفند ما فعالیت مدنیمون رو در واقع آغاز کردیم برای گرفتن حق مسافران این هواپیما. فعالیت‌های ما خیلی گسترده است و گسترده بوده. من اگر بخوام اشاره بکنم، خب ما وبسایتی الان داریم که میشه عمده فعالیت‌ها رو در اون دید، به وبسایت به نام ps752justice.com که بخشی رو به جانباختگان اختصاص دادیم، بخشی رو به فعالیت حقوقیمون و بخشی رو به کمپین ها و یا کارزارهای اینترنتی. ما سه کارزار اینترنتی در این 11 ماه گذشته داشتیم که بالای 200,000 امضا در واقع از روی شهروندان سراسر کانادا، ایران و
خیلی کشورهای درگیر اونجا ثبت شده برای دادخواهی و زندگی نامه مسافران نوشته شده و نوشته میشه به زبانهای انگلیسی و فارسی و در کنار اون فعالیت‌های مدنی ما شامل نامه‌نگاری‌های متعدد، برگزاری یک تجمع و جزئیات شبیه. من اگه بخوام وارد تمام آقای دکتر عذر می‌خوام، همین به بخش حقوقی اشاره فرمودین، مخصوصاً این قسمت، چون یک تشکل مدنی به هر حال مهمترین، یکی از مهمترین کارهایی که میکند همین فعالیت‌های حقوقی است برای در واقع رسیدن به اهدافی که برای خودش برنامه ریزی کرده و تنظیم کرده، از جمله همین انجمن که مورد صحبت ما هست. فعالیت‌های حقوقی این انجمن چه کردین در این چارچوب؟ ببینید، ما در ابتدای راه فکر کردیم که چه میشود کرد. شکایت هایی در اینجا در کانادا ثبت شد که گروهی از خانواده ها از این شکایت ها حمایت می کردند و این شکایت ها به قولی به شکایت گروهی یا کلاس اکشن بهش میگن، در اینجا شکل گرفت و در واقع یک نفر میره شکایت میکنه و خود به خود بر اساس این شکایت بقیه خانواده ها در هر جای دنیا که هستن پشت این شکایت قرار میگیرن. دو تا شکایت ثبت شد، یکی علیه جمهوری اسلامی و مقاماتش به جرم عمل تروریستی و شکایت دیگری بود که علیه جمهوری اسلامی و ایرلاین ثبت شد و هر دو اینها به هر حال همه خانواده‌ها پشتش بودن، ولی توسط، یعنی به صورت قانونی هر کسی که حتی امضا هم نکرده میتونه پشت این قرار بگیره و این روند قانونی خودش رو در این شکایت ها به کدام نهاد حقوقی در واقع داده شد؟ این شکایت ها در ایالت اونتاریو کانادا ثبت شد و در واقع جنبه بین‌المللی نداشت در ابتدای کار و این شکایت باید تسلیم میشد به جمهوری اسلامی و از سوی دیگه قاضی دادگاهی که به این شکایت باید رسیدگی میکرد باید بین شکایت های مشابه به قانون بیاد و قضاوت کنه که کدومی که از این شکایت ها بهتر مطرح شده یا کدوم این شکایت ها رو دورنمایی رو میبینه که در واقع بهش کامل رسیدگی بشه. در دو ماه پیش فکر میکنم قاضی این دادگاه به این دوتا کلاس اکشن رو کنار هم گذاشته و یکیش رو انتخاب کرده که حالا باید دید که در فکر میکنم 3 ماه بعد چه اتفاقی برای این شکایت میفته و چطور پیش میره. این بخشی بوده که در واقع در دادگاه‌های داخلی کانادا انجام شده، ولی فعالیت اصلی ما و در واقع تلاش اصلی ما بر این بوده که طبق قوانین بین‌الملل کشورها باید یکدیگر رو به دادگاه بین‌المللی ببرن. ما هدف این بوده که بریم به دادگاه بین‌المللی. اون راه ممکنه انجام بشه، ممکنه نشه و من دورنماشو هنوز نمیدونم. شکایت در داخل کشور کانادا، ولی شکایتی که امکانش هست و امکانش خیلی جدی‌تره اینه که کشور کانادا یا کشور اوکراین جمهوری اسلامی رو به دادگاه لاهه ببره و این فعالیت‌های ما بیشتر متمرکز بر این بوده و هرچه کردیم در 11 ماه گذشته بر فشار بر نهادهای بین‌المللی و کشورهای درگیر بوده که این پرونده رو به دادگاه بین‌المللی لاهه ببرن، International Court of Justice یا دیوان بین‌المللی دادگستری. خب و در این زمینه در واقع اساساً این اوکراینه که باید این کار رو بکنه، یا همزمان که پاسخ می‌فرمایید که الان در این زمینه در چه مرحله ایست پرونده، ضمناً بفرمایید که این که در کانادا شما ثبت کردید شکایت رو به این دلیل که اکثر سرنشینان هواپیما در واقع مسافران هواپیما کانادایی بودن. چند نفر از 165 سرنشین کانادایی یا مقیم کانادا بودن؟ البته این شکایتی که ثبت شده رو من ثبت نکردم و خانواده‌های دیگری هستن که ممکنه یه وقت دعوت بشن در برنامه شما و بتونن توضیح بدن، ولی من همونطور که عرض کردم بقیه خانواده‌ها به صورت اتوماتیک پشت این پرونده قرار میگیرن، مگر اینکه برن و یادداشتی بدن و بگن که اسم ما اینجا نباشه. فعلا من اطلاع ندارم کسی این کارو کرده باشه. 85 نفر از مسافرین این هواپیما در واقع مقیم
کانادا بودن، 55 نفرشون شهروند این کشور بودن و 30 نفر اقامت دائم داشتن، ولی 138 نفر از مسافرین هواپیما مقصد نهاییشون کانادا بوده. به عنوان دانشجو یا در واقع اولین بار بوده که وارد این کشور میخواستن بشن، 138 نفر از 167 مسافر به این کشور سفر میکردن. من اگر بخوام در مورد مسئله حقوقیش توضیح بدم، ببینید پرونده دو تا جنبه اساسی داره. یکی بحث فنیه و یکی بحث جنایی است. البته من ذکر کنم که من وکیل نیستم، ولی این دانسته های منه از ماجرا تا اینجا. بحث فنیش اینه که طبق ضمیمه 13 سازمان جهانی هوانوردی، کشوری که سانحه درش رخ میده رهبری تحقیقات رو بر عهده میگیره. متاسفانه در تمام این سالهایی که سازمان ملل شکل گرفته، هیچ کس نمیتونست پیش بینی بکنه که یک کشور بیاد و هواپیمای مسافربری رو بالای فرودگاه بین المللی پایتختش مورد حمله قرار بده، بیاد مسافرین بیگناه یک هواپیما رو، 29 کودک زیر 18 سال رو، 46 دانشجوی برتر تو این کشور که در لیسانس، فوق لیسانس و دکترا تحصیل می‌کردن، و 101 مسافر دیگر رو اینطور بی‌رحمانه بکشه. این رو سازمان جهانی هوانوردی نمیتونست پیش بینی بکنه، یه همچین خباثت و همچین جنایتی رو. در نتیجه به هر حال طبق قانون، که قانون نقایص بسیاری داره به خصوص قوانین بین الملل، جمهوری اسلامی داره در این مورد تحقیق میکنه و بحث فنی قضیه رو، و جمهوری اسلامی موظفه که ظرف 12 ماه گزارش نهاییشون منتشر کنه. شما به گزارش های جمهوری اسلامی اشاره کردید، 5 تا گزارش رو الان منتشر کرده، یک از یک مضحک‌تر، و به هیچ کدوم از جواب های فنی در واقع پاسخی نداده. یه بخشی هم بخش جنایی ماجراست. بخش جنایی ماجرا مستقیما میتونه به دیوان بین‌المللی دادگستری بره، که اوکراین تنها کشوریه و که در روز اول این ماجرا یک پرونده جنایی در کیف باز میکنه و در حال جمع‌آوری مدارک بوده و هنوز هم داره مدارک رو جمع میکنه. اوکراین هر وقت بخواد میتونه این پرونده رو به دیوان بین‌المللی دادگستری ببره، منتها باید طبق چون که سیاست مداران به من میگن و به ما میگن، باید نشون بده که تلاش کافی رو کرده که جمهوری اسلامی پاسخ بگیره. این دور مذاکراتی که داره انجام میشه به احتمالاً به همین دلیل داره انجام میشه، در صورتی که ما خانواده ها هیچ گفتگویی با جنایتکاران رو به رسمیت نمیشناسیم، به هر حال اوکراین داره این کار رو میکنه و نشون بده که جمهوری اسلامی پایبند به قوانین بین‌المللی نیست، و برای همین ما این مذاکرات رو به بنبست رسیده میدونیم از همون قبل از آغاز. ببینید، فردای سقوط هواپیما، علی عابدزاده رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری آمد در سیمای آقایون، یه نکته ای رو گفت که میخوام آقای دکتر شما هم بشنوید، خواهش میکنم، بعد برمیگردم یک پرسشی در این زمینه دارم. رسانه‌های آمریکایی به نقل از دو تا مقام پنتاگون، البته گفتن مقام آگاه در پنتاگون، اعلام کردن که این هواپیما به علت اشتباه سامانه پدافندی ما سقوط کرده. میخوام ببینم در این باره موضعتون چی هستش؟ این حرف اصلا حرف منطقی نیستش. یعنی رسیدگی به همچین موضوعی باید فضای کارشناسی صورت بگیره. پس بنابراین این فضای کارشناسی رو ندارن که همچین کارشناسی دارن انجام میدن. دومی که ما در همون لحظه ای که اینا دارن اشاره میکنن، ما حدود 8-9 فروند ها پیرامون اون فرودگاه داشتیم. ما ضمن اینکه در اون لحظه ما 10 فروند هواپیما در ارتفاع 25000 پا به بالا داشتیم. مگه میشه یه هدف پدافندی بیاد به یه هواپیما شلیک بده که 8000 پا ارتفاع داره؟ ببینید آقای دکتر، این حرف یه جورایی میتونه حدس‌هایی رو که درباره دلایل زدن این هواپیما از اون اول مطرح بود و بعضی هم بهش میگن شایعه، به هر حال تقویت کنه. یعنی مقدار از شایعه بودن به حقیقت بودن این ماجراها، واقعیت بودن بهتره بگم، نزدیکش بکنه. چرا تو 10 تا هواپیمای مسافربری حداقل 10 تا
این هواپیما رو زدن، اگر فقط هدف این بود که هواپیمای مسافری زده بشه که گفته بشه آمریکا در پاسخ به موشکباران پایگاهشون در عراق توسط جمهوری اسلامی این هواپیما رو بر فراز ایران زد آمریکا و مظلوم نمایی مرسوم جمهوری اسلامی حالا از این ستون به اون ستون فرجه. منظورم این است که بین هواپیماهای مسافربری دیگه که همزمان در پرواز بودن چرا این هواپیما زده شد؟ حرف‌های ثابت نشده است درباره دلایل زدن این هواپیما، از جمله اینکه هواپیما چرا نزدیک یک ساعت تأخیر داشته و در اون یک ساعت چه گذشته، نزدیک یک ساعت 57 دقیقه تو اون یک ساعت آیا کسایی رو واقعا از داخل هواپیما پیاده کردن؟ آیا بار هواپیما جابجا شده؟ یعنی منظورم حرکات مشکوکی پیشاپیش مسافران هواپیما دیدن، چون نمیدونن که چه اتفاقی میخواد بیفته و اینقدر تابلو بوده که مشکوک شدن همون موقع، و چقدر در این باره ها تونستین به حقیقت برسین آقای دکتر؟ ببینید 57 دقیقه تأخیر هواپیما یکی از نقاط مهم این پرونده است و ببینید وقتی جعبه سیاه شروع به فعالیت میکنه، طبعا اون چیزی که من از کارشناسان هوانوردی شنیدم که موتورهای هواپیما روشن میشه و در واقع وقتی که هواپیما موتورش روشن شده و به سمت عقب حرکت میکنه که بره در واقع که بلند بشه از فرودگاه، و ظاهراً تو اون 57 دقیقه سی وی آر هواپیما یا همون جایی که در واقع مکالمات خلبان ثبت میکنه به قول جمهوری اسلامی خاموش بوده و ما نمیدونیم حقیقت داره یا نه، ولی میگن 57 دقیقه مکالمات خلبان نیست و مکالمات از وقتی ثبت شده که موتورها روشن شده و رفته جل. به هر حال برج مراقبت جمهوری اسلامی و فرودگاه تهران این مکالمات رو داره. شایعات بسیار زیادی وجود داره که من تا امروز با قطعیت به شما میتونم بگم که به هیچ کدوم از این شایعات پاسخ داده نشد. در 16 ژانویه 2020، 8 روز بعد از این، در واقع آقای دکتر قبل از اینکه لیست کنین این پرسش ها رو، به نظرم بهترین است که بگیم پرسش های مطرح شده، چون وقتی میگیم شایعه بلافاصله خود جمهوری اسلامی میگه، همه میگن شایعه است دیگه، بنابراین اینا دروغه دیگه. پرسش هایی واقعا اینا که پاسخ داده نشده، همین نکاتی که مربوط به اینه، بفرمایید خواهش میکنم. ببینید من میگم شایعه چون من در مدتی که دو هفته که در ایران بودم برای ماجرا به ایران رفته بودم از مردم میشنیدم که در واقع کسی از هواپیما پیاده شده یا کسی رو نگذاشتن سوار بشه، و خب آدم نمیدونه که در واقع این رو باور بکنه باور نکنه، چقدر واقعیت پشت این ماجرا هست. تا وقتی که میگم در 16 ژانویه من کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه کانادا رو دیدم که خبرنگار CNN از ایشون پرسید که آیا درسته که 4 نفر از این هواپیما بیرون کشیده شدن. تا امروز هیچ لیست دقیقی از مسافرین پیش از پرواز و پس از پرواز وجود نداره و ما خیلی تلاش کردیم در تمام سازمان‌های بین‌المللی که میتونستن به اطلاعات دسترسی داشته باشن، از خود خطوط هواپیمایی اوکراین تا مرکزی که در اروپا هست، که ما به این لیست دست پیدا بکنیم، و میدونم که حتی دولت‌ها این تلاش رو کردن و هنوز جزئیات این مسئله روشن نیست. این یکی از مسائلی که باید در مورد تأخیر هواپیما، چون اگر کسی بلیط در واقع کارت پرواز گرفته و نخواسته سوار بشه یا خواسته پیاده بشه، بار اون فرد طبق قانون باید از هواپیما خارج می‌شده. و چند نفر از مسافرینی که داخل هواپیما بودن با خانواده‌هاشون در تماس بودن در مورد علت تأخیر میگن عده‌ای دارن پیاده میشن یا بار کسی رو دارن خارج می‌کنن. شما بدونید که 82 چمدان سوار هواپیما نشده، ولی این تصمیم از ساعتی قبل گرفته شده بوده و این 82 چمدان که سوار نشدن بر اساس وزن هواپیما طبق نظر کارشناسان سوار نشدن و این ربطی به اون تأخیر نداره. جمهوری اسلامی میاد میگه علت تأخیر اضافه باره و بعد میگن هواپیما نمیدونم بنزین اضافی زده و حرفای شبیه بین، ولی هیچ مدرکی ارائه نکرده به اوکراین و به کشورهای دیگه که علت دقیق تأخیر هواپیما 57 دقیقه رو توضیح بده. اون 57 دقیقه اگر کسی از هواپیما خارج شده، چرا خارج شده و اینها چه کسانی بودن، این رو توضیح نداده. اگر هواپیما به خاطر مسائل فنی که طبق روزهای اول اینو مطرح می‌کردن که هواپیما
مشکلات فنی داشته و حتی درگیری بین نمیدونم مهندس پرواز هواپیما و کارشناسان فرودگاه وجود داشته. اینها هیچ توضیحی در موردش داده نشده که علتش چه بوده. ببینید 57 دقیقه تاخیر در فرودگاهی که یک فرودگاه متروکه است، فرودگاهی نیست که مثل فرودگاه استانبول به 250 نقطه دنیا پرواز داشته باشه، فرودگاهی نیست مثل فرودگاه تورنتو یا فرانکفورت، شما هر یک ساعت یک یا دو پرواز خارجی در اون فرودگاه میبینید و از ساعتی که اینا در واقع حمله میکنن به این الاسد 1:20 تا اون ساعت فکر میکنم حدود 10 پرواز بلند میشه و اینها یکی از این پروازها رو میزنن. اصلا قابل باور نیست که چطور ممکنه. بعدش برای اینکه میگن که این پدافند اشتباه تنظیم شده بوده 107 درجه، شما به عنوان یک نظامی اولین کاری که میکنه در هر جایی که میرسه موقعیت جغرافیایی خودش رو تعریف میکنه. شمال و جنوب تهران رو هر آدم غیر نظامی در عرض چند ثانیه میتونه تشخیص بده. این پدافند میره در جنوب پایگاه بیلگنه و این پدافند جناب فلاحتی یک ماشین و یا یک تانکر نیست، یک یدکش نیست، این مجموعه ای از ماشین ها و ادوات نظامی است و یک بخش فرماندهی داره، یک بخش رادار داره و اینها وقتی میرن اونجا همه اینها باید خودشون رو با موقعیت جغرافیایی که دارن تنظیم بکنن و اینطور نیست که بیان به دنیا بگن که 107 درجه یکی از اینها اشتباه تنظیم شده. نه، این کل مجموعه باید تنظیم می‌شده و همونطور که عرض کردم فقط یک ماشین نیست. و اینها تقریبا 7 پرواز از یک مسیر هوایی خارج شدن در اون ساعت. پروازهای ترکیش بوده، پرواز لوفتانزا و اتریش بوده، پرواز دیگه ای مال ترکیه به نام پگاسوس بوده و پرواز دیگه ای از ترکیه بوده به نام اطلس گلوبال. اطلس گلوبال نزدیکترین پرواز به پرواز PS752 و شما بریم به مسیر پروازی این پرواز نگاه کنید، اینها یک مسیر عجیبی به پرواز اطلس گلوبال دادن که در از پشت پدافند دور میزنه و به مسیرش ادامه میده، مسیری که هیچ وقت اطلس گلوبال در واقع در 2 ماه گذشتهش که ما نگاه کردیم یک یا دو بار مسیر غیر از مسیر PS752 رو طی کرده. چرا؟ بیان توضیح بدن که چرا به اطلس گلوبال. رئیس کمیسیون سوانح جمهوری اسلامی همین آقای رضایی فر که من فکر میکنم روحش رو به شیطان فروخته میاد میگه که اون شب ما ترافیک هوایی داشتیم. چه ترافیک هوایی؟ از چی دارین حرف میزنی؟ فرودگاهی که 2 پرواز در یک ساعت داره ترافیک هوایی چه معنی داره براش؟ شما به اطلس گلوبال میگن یک مسیر هوایی دیگه میدین و مسافران بیگناه PS752 رو قشنگ از جلوی پدافند موشکیتون رد میکنین. چه توضیحی برای این بدن؟ همه دلایل به قول دادستان، در واقع معاون دادستان عمومی اوکراین به انگلیسی میگه I have every reason to doubt the mistake. همه دلایل هست که این یک اشتباه نبوده. آقای دکتر، فکر میکنم که یکی از مهمترین مسائلی که اگر فاش بشود خیلی چیزای دیگه فاش میشه همین فهرست مسافران هواپیماست که شما اشاره فرمودین. فهرست بعد از پرواز که هست، بعد از پرواز یعنی مسافرانی که در هواپیما بودن و 9 خدمه هواپیما از جمله خلبان ها که همه کشته شدن، فهرست کسانی که به فرمایش شما بلیت گرفتن و کارت هواپیما گرفتن و چند نفر بودن و کیا بودن، اینو هیچ وقت جمهوری اسلامی منتشر نکرده و این همون چیزیست که شما هم مطالبه کردین و دولت‌های دیگه هم مطالبه کردن. مگه میتونه جمهوری اسلامی بعد از 10 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 10 ماه حتی فهرست مسافراشو نده به کشور زینف؟ فعلا که ما شاهد هستیم که در واقع این اتفاق داره میفته و ما نامه‌های متعددی به سازمان جهانی هوانوردی نوشتیم، من و دوستان دیگه در انجمن این کارو کردیم و تا حالا 2 پاسخ هم از رئیس ایکائو گرفتیم. ببینید رفتار ایکائو و سازمان جهانی هوانوردی در این جنایت زیر سواله.
شما اگر مقایسه بکنید با جنایت MH17 که در واقع پرواز مالزیایی بود که بر فراز اوکراین به همین شکل متاسفانه جنایتی شبیه به این اتفاق افتاد. آقای دکتر، قبل از اینکه اون پرواز مالزی رو بگیم که بر فراز اوکراین با موشک زده شد، این ایکاو اصطلاحات که میفرمایین رو خواهش می‌کنم فارسی شو بگین که بینندگان مستقیم در جریان قرار بگیرن. سازمان جهانی هوانوردی یا همون ایکاو که میفرمایید عملکردش زیر سواله در این پیوند. حالا خواهش می‌کنم بفرمایید. 36 تا عضو اصلی داره و در واقع کانادا هم جزء 8 عضو اصلی و کانادا، امریکا، چین، روسیه، فرانسه و سه کشور، فکر کنم ژاپن و انگلستان و یک کشور دیگه، جزء 8 کشور اصلی در واقع 36 عضو اصلی در واقع که بودجه رو به سازمان جهانی هوانوردی اختصاص میدن و در واقع ساختمان اصلی سازمان جهانی هوانوردی در مونتریال کانادا است. این سازمان در 6 سال پیش، در سال 2014، در ماه جولای، در تابستان سال 2014 که پرواز MH17 سرنگون میشه، 3 ماه بعد با تمام قوات و با اکثریت آرا این جنایت رو محکوم میکنه. ولی ما الان 11 نزدیک 11 ماه قرمز جناب بفرمایید خواهش میکنم. ولی در 11 ماه گذشته این سازمان هیچ محکومیتی نه تنها علیه جمهوری اسلامی صادر نکرده، بلکه تمام این در واقع به تمسخر گرفتن قوانین بین المللی رو هم نادیده گرفته از دید ما. در واقع آخرین نامه‌ای که منتشر شده بود از سازمان جهانی هوانوردی در 5 اکتبر تقریبا یک ماه و نیم پیش که ما نامه نوشتیم دوباره و 15,000 نفر امضا کردن که بیاین و پاسخ بدین و ایران رو تحت فشار بگذارید، نهایتش این که ایران رو تشویق کردن که این کار رو تسریع بکنه. ما از تشویق کردن و تسریع کردن حرف نمیزنیم. ما از حضور این جنایتکاران در دادگاه بین‌المللی حرف میزنیم. اینها باید بیان در یک دادگاه بین‌المللی و تمام مقامات عالی رتبه‌ای که در این جنایت نقش داشتن، که اصلا نمیتونسته این جنایت در رده‌های پایین شکل بگیره، تمام این افراد باید در این دادگاه بین‌المللی بیان و محاکمه بشن. دولت‌ها به ما میگن که خب به هر حال گپ‌هایی وجود داره یا در واقع مشکل چیزهایی وجود داره که در واقع نتونستن هنوز اطلاعاتش رو به دست بیارن و بله این گپ ها و این در واقع خلل هایی که در اطلاعات وجود داره در دادگاه مشخص خواهد شد. وقتی امیرعلی حاجی‌زاده، حسین سلامی، علی شمخانی، محمد حسین باقری و افراد شبیه به این در یک دادگاه بین المللی حاضر بشن و بگن چه نقشی در این جنایت داشتن، اون وقته که ما میفهمیم جزئیات این جنایت چیست و بدون یک دادگاه به نظر من تمام حقایق این ماجرا و این جنایت مشخص نخواهد شد. آقای دکتر اسماعیلیون، صحبت از در مذاکرات آنچه که دادستانی اوکراین باز درخواست کرده و جمهوری اسلامی در اختیارش قرار نداده است یک تبلته. چیه این ماجرای تبلتی که اینقدر مورد اختلافه؟ من واقعا جزئیات رو نمیدونم، ولی به هر حال باز هم به همون 57 دقیقه تاخیر احتمالاً برمیگرده. ببینید در این هواپیما 176 نفر که حضور داشتن و حالا بگیم بچه‌ها ممکنه موبایلی نداشته باشن، ولی ما با خانواده‌ها که حساب می‌کردیم ممکنه 180 یا 200 موبایل در این هواپیما بوده باشه. مجموع موبایل‌هایی که به خانواده و همه موبایل‌های در واقع شکسته و خرد شده که به خانواده ها ارائه شده از طرف جمهوری اسلامی 60 موبایل و عکسش هست، 60 موبایل از مجموع شاید 200 موبایل به خانواده ها برگردنده شده که هیچ کدوم نه کار میکنند نه اغلبشون کارت حافظه دارند. همینطور لپتاپ ها بعضی هم که حتی تحویل داده شده کارت حافظه اینها برداشته شده. و برسیم به خدمه اوکراین. معذرت میخوام، پس برگردونده شده این لپتاپ ها و موبایل ها، ولی حافظه‌شو کارت حافظه‌شو در آوردن و بعد در واقع جسم مرده رو دادن. برخیشون خیلی خیلی جزء کوچکی از آنچه که در پرواز بوده و بقیه رو اصلا ندادن. خانواده هایی هستن که لپتاپ مثلا فرزندشون رو دیدن در اداره آگاهی یا نیروی انتظامی تهران ولی بهشون برگردنده نشده و
و یا دیدن که حافظه لپتاپ یا در واقع اون وسیله الکترونیکی برداشته شده. آقای دکتر عذر میخوام، آقای دکتر، آیا لپتاپ یا موبایلی بوده است، تلفن همراهی بوده است که کارت حافظش حفظ شده بوده و برگردونده شده به خانواده کشته شده؟ ببینید به عنوان مثال میگم، من موبایل همسرم رو دریافت کردم، ولی موبایل همسر من، اول همسر من شخصیتا آدمی بود که معمولا اهل فیلم گرفتن نبود، اما مطمئنم در اون لحظات محاله که این مسئله فکر کرده باشه. ولی خب تعداد زیادی جوان، در واقع جوانهای دانشجو توی این پرواز بودن که موبایل های هیچ کدومشون رو تحویل داده نشده و موبایل هایی بوده که خانواده ها بعدش حتی زنگ می زدن و این موبایل ها روشن بوده ساعتی بعد. و خیلی ما سعی کردیم که مثلا با iCloud یا مثلا محل ذخیره اطلاعات این موبایل ها بریم و ببینیم که چه بوده، ولی موفق نشد. در مورد موبایل همسرم هم توضیح بدم، من هنوز نمیدونم موبایل همسرم یا نه، هنوز نتونستم حتی از ببرمش به جایی نشون بدم و ببینم که آیا اصلا مربوط به ایشون هست یا نه. ولی به هر حال یک موبایل شکسته به من دادن که چه چیزی به من دادن؟ یک موبایل شکسته، یک کارت اعتباری شکسته و همین، و کارت بیمه سلامت دختر من رو به یک مسافر دیگه دادن، تنها چیزی که از دختر من باقی مونده به یک مسافر دیگه دادن. و شش ماه بعد فرد دوستی منو اتفاقی در تورنتو میبینه و میگه کارت ریرا پیش منه. شما ببینید اینها چطور این تحقیقات رو دارن انجام میدن. فرد دیگه چند روز پیش تو اینستاگرام به من پیغام داده که این کارت بیمه همسر شماست، دست منه. و من میگم شما، میگه من هفت ماه بعد در منطقه سقوط داشتم میرفتم و کارت همسر شما رو پیدا کردم. شما مقایسه کنید با یه جنایت لاکربی که 400 کیلومتر مربع رو، 400 کیلومتر مربع رو کامل در واقع نوارکشی کردن، حصارکشی کردن تا ببینن اون ضبط صوتی که عامل بمب‌گذاری بوده پیدا بشه. 5 ساعت یا 4 ساعت بعد از این جنایت بولدوزرهاشون رو به اون محل میبرن، تمام افراد غیر نظامی و نظامی و سازمانهای مختلف میریزن در اونجا و همه چیز رو با خودشون میبرن، بی احترامی میکنن به پیکر مسافرین، از اونها فیلم میگیرن. کجای دنیا این جنایت دیده شده؟ در قرن 21 ما داریم حرف میزنیم. مقایسه ای که آقای دکتر فرمودن با سرنگونی هواپیمای مسافربری بر فراز لاکربی و اسکاتلند که دولت قذافی متهم شد، به هر حال در پیوند با جهادی های دیگه میشناسینشون که فرمودن که 400 کیلومتر مربع رو بسته بودن برای اینکه بتونن و تونستن اون ضبط صوتی که در واقع بمب منفجر کننده اون هواپیما بود رو پیدا بکنن. ولی هواپیمای مسافربری اوکراین وقتی که سقوط کرد در ایران 5 ساعت میفرمایید که در طی 5 ساعت آقای دکتر هر چی که در زمین بود رو جمع کردن، حالا مثلا کارت بیمه ای چیزی مانده، 7 ماه بعدم میشه رفت و پیداش کرد، ولی واقعا در اون 5 ساعت همه چی رو جمع کردن. چون منم شنیدم که حتی صندلی های هواپیما، صندلی مسافران نبود اونجا. بله، اینی که در واقع به سازمان پزشکی قانونی اوکراین اعلام کرد در ماه می، میشه اردیبهشت ماه ما، که باز حال خانواده های این پرواز تحت یک فشار روانی عجیبی هستند و بودند و هر روز و هر دو سه روز یک بار یک خبری از سوی ایران یا از سوی سازمان های دیگه یا کشورهای دیگه اینها رو به هم ریخته. در ماه می در واقع اوکراین اعلام کرد که استرابی بر پرواز در پرواز حکم فرما بوده و بعدش هم اعلام کرد که
جز 4 صندلی هیچ صندلی پیدا نشده و این یکی دیگه از رازهای این پرواز که من از لحاظ فنی واقعا نمیتونم توضیح بدم، ولی صندلی های هواپیما که آیا نسوس هستند چطور میتونه، حتی فریم در واقع چارچوب این صندلی ها نیست در فیلم هایی که مثلا یک ساعت بعد گرفته شده یا 40 دقیقه بعد گرفته شده. خیلی آقای دکتر، در این یک دو دقیقه که وقت داریم خواهش من بفرمایید که داشتین میگفتین، من صحبتون رو قطع کردم ببخشید، که موبایل و لپتاپ کروی خدمه پرواز رو که اوکراینی بودن اونو جمهوری اسلامی پس داد یا اونا رو هم بدون حافظه؟ پس نداده و در دور قبلی مذاکرات یکی از مدارکی بوده که قرار بوده تحویل بدن و به نظر من به همون 57 دقیقه تأخیر برمیگرده، ولی این کار رو نکردند و بعید میدونم جمهوری اسلامی هیچ اطلاعات دیگری بده و حتی اینها خواستن که با اون 6 نفر مصاحبه بکنن و حتی خواستار استرداد این 6 نفر شدند ولی جمهوری اسلامی موافقت نکرد. 6 نفری که به عنوان متهم اصلی این جنایت مطرح شدند. به نظر من متهمان فرعیه. بله. بسیار خوب. آقای دکتر حامد اسماعیلیون، سخنگوی خانواده های جانباختگان سقوط هواپیمای مسافری اوکراین در ایران، بدانید که میدانید که هر کسی که بویی از انسانیت برده باشه داغدار این جنایته و امیدوار است که امید اگر نباشه که زندگی نیست. واقعا امیدواریم که این حقیقت در این پیوند روشن بشه. بسیار سپاسگزارم که در این برنامه صف آخر شرکت کردید. ممنونم از شما. خیلی ممنونم. پرده آخر باید پرچمشون رو سرفراز کرونا بله هست ده ممکنه بگیریم، خب بگیریم، میریم مجالس اهل بیت رو پر میکنیم، مجالسشون خالی نماند، برزن پرچمشون بلند باشد، ولو احتمال بسیار قوی هم به فرض بدیم که کرونا میگه. شب و روزگار خوش.